سرخط خبرها، خشم مقامهای پاکستانی از طالبان افغان به دلیل افزایش بمبگذاری در این کشور. حملات از داخل خانه ملا یعقوب آغاز شد. پاکستان امارات طالبان را حامی سازمانهای تروریستی زیر این کشور می داند. 4 روز پس از حمله تروریستی خونین باجور در خیبر پختونخوای پاکستان، دولت این کشور بار دیگر انگشت اتهام را به سوی طالبان افغان نشانه گرفت و این گروه را مسئول افزایش ناامنی ها در پاکستان خواند. با اینکه داعش مسئولیت حمله باجور را بر عهده گرفت، نخست وزیر پاکستان میگوید طالبان افغانستان با پناه دادن به سازمانهای تروریستی در خاک کشورشان مسبب وقوع حوادث خونین چون حمله انتحاری باجورند. یک عامل انتحاری روز یکشنبه به تجمع حزب جمعیت العلمای پاکستان به رهبری مولانا فضل الرحمن روحانی دنرو و طرفدار طالبان در منطقه باجور خیبر پختونخوای پاکستان حمله کرد که به کشته شدن 55 نفر و زخمی شدن نزدیک به 200 تن منجر شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان که برای ملاقات زخمی های این حادثه به پشاور رفته بود، از طالبان خواست جلو نفوذ گروه های تروریستی از داخل خاک افغانستان به پاکستان را بگیرد. او گفت ستیزجویان پناهگاه های در داخل افغانستان پیدا می کنند، آنجا جمع می شوند و دوباره به سلح می شوند و بعد به پاکستان نفوذ می کنند و اینجا حملات زیر دولتی انجام می دهد. نخست وزیر پاکستان مشخصا از طالبان افغانستان خواست اقدام های انجام دهند که نگذارد گروه های تروریستی در داخل خاک افغانستان آموزش ببینند و بعد از مرز عبور کنند و در پاکستان حملات تروریستی انجام دهد. او همچنین تصریح کرد که شهروندان افغانستان در حملات انتحاری که در پاکستان صورت میگیرد دخالت دارند و این به نیروهای مخالف دولت پاکستان آزادی عمل بیشتر میدهد تا طرحهای تروریستیشان علیه دولت و مردم پاکستان را عملی کنند. از سوی دیگر وزارت دفاع پاکستان هم حادثه تروریستی باجور را یک شکست اطلاعاتی برای سازمانهای استخباراتی این کشور دانست. این وزارتخانه اعلام کرد در حالی که سازمانهای اطلاعاتی پاکستان در جنگ با گروههای تروریستی چندین دهه تجربه دارند، ناتوانایی در مهار این حمله نشان دهنده ضعف این سازمانهاست. حمله باجور یکی از 3 حمله خونین به پاکستان در سال 2023 است. در این سال تاکنون 18 حمله انتحاری در پاکستان رخ داده و از 3 مورد آن تلفات بسیار سنگین به جا گذاشتند. تاجدین سروش در صفحه رسمی تویتر خود چنین گزارش می‌دهد: جنگنده های پاکستانی ناوقت دیشب بر فراز نوار مرزی مناطق کنر به پرواز درآمدند. طالبان تاکنون در این مورد چیزی نمی‌گویند. این در حالی است که زرداری گفته بود اگر طالبان علیه گروه های تروریستی اقدام نکنند، پاکستان از خود دفاع خواهد کرد. وزیر امور خارجه پاکستان هشدار داده بود که اگر طالبان علیه گروه‌های تروریستی اقدام نکنند، پاکستان تحت قوانین بین‌المللی اقدام کرده و از خود دفاع خواهد کرد. با گزارش رسانه‌های بین‌المللی، بلاول بوتو زرداری وزیر امور خارجه پاکستان در نشست گفته است که طالبان علیه گروه‌های تروریستی که امنیت پاکستان را تهدید می‌کنند اقدام مؤثر کند. او افزوده است اگر مشکل ظرفیت وجود دارد ما حاضریم با آنها کمک کنیم، اما اگر مشکل در قصد برای از بین بردن گروه های تروریستی وجود داشته باشد این مسئله دیگر است. وای تصریح کرده است ما تحت قوانین بین المللی اقدام خواهیم کرد تا از خود دفاع کنیم. اگر مقام های افغان اقدام نکنند، اقدام در داخل می تواند یکی از گزینه ها باشد، ولی نخستین اقدام نخواهد بود. سخنان زرداری درست پس از حمله مرگبار داعش به منطقه باجور ایالت خیبر پختونخوا بیان می شود. حمله ای که دست کم 50 کشته و بیش از 200 زخمی بر جا گذاشت. تحقیر سیاست در ادبیات چپ مارکسیستی افغانستان. به نقل از رهنورد زریاب، واصف باختری هنگام نامزدی به خانواده همسرش گفته بود که او نامزد دیگر نیز دارد. سیاست. او در شعرهایش به اقتباس از ماو زدونگ ایالات متحده امریکا و سرمایه‌داری را غول پاگلین و ببر کاغذی می‌خواند، اما پس از فراز و فرودهای فراوان سیاسی افغانستان این شاعر شعله از سیاست کناره گرفت و شعر شاعری کرد. اکرم عثمان نویسنده رمان بزرگ کوچه ما به نقل از شخصیت اول رمانش، یعنی که به گفته عبدالوکیل وزیر خارجه دکتر نجیب در کتاب خاطراتش، خود اکرم عثمان که آن زمان رابط میان شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق و داوود خان بود می نویسد:
مگم سیاست لعنتی مجبورم کرد که به اصطلاح بر قیل و قال اهل مدرسه گوش بدم و سیاستگر شوم. گمان میکردم که سیاست کوتاه‌ترین را رسیدن به هدف است، ولی غلط کردم. کوچه ما، جلد دوم، انتشارات عرفان، سال 1388. همو در رمان، یعنی بازوی بریده که در واقع ادامه رمان کوچه ماست، می نویسد یک پست مسلح قادر از 1000 نیکمرد مسلح را به زانو در آورد. اگر از حقیقت نگذریم، سیاست چیز جز این نیست. چرا یک نسل از بزرگان ادبیات چپ مارکسیستی افغانستان که خود به تمام معنا سیاسی بودند به تحقیر سیاست روی آوردند و حتی تا مرز حرامزادگی خواندن آن پیش رفتند؟ موقع تاریخی نویسندگان از آن برخواستند و به سیاست پرداختند چی بود؟ و اثر نگاه حقارتبار به سیاست در شعر ادبیات این نویسندگان در چیست؟ سالهای مردباد و زندباد. برای پاسخ به این پرسش باید به بستر تاریخی که این نویسندگان در آن رشد کردند بازگشت و تحولات را از آنجا پی گرفت. چپ در سالهای هیاهوی جهانی و منطقه وارد افغانستان شد و تقریبا مثل دیگر کشورهای منطقه به عنوان مد زمانه بدون تعامل و دانی در برابر سلطنت قرار گرفت. فضای باز دهه دموکراسی به فعالان چپ این فرصت را فراهم کرده بود تا موضع‌گیری‌های تند علیه رژیم حاکم داشته باشند. اصطلاح بی‌طرف و بی‌شرف است که در آن زمان اغلب از سوی فعالان چپی استفاده می‌شد، به خوبی نشانگر الزامی بودن خط‌کشی‌های سیاسی برای دانشجویان و تحصیل کردگان آن دوره است. یکی از فعالان چپ بعدها از آن سالها با عنوان سالهای مرده‌باد و زنده‌باد یاد می‌کرد و هیاهو و میتینگ و مظاهره را جز لایفنگ زندگی دانشجویان چپی میخوان. این هیاهو و قیله و قال در ادامه همکاری بخش از نیروی چپ با کودتای داودخان اما به انتهای سلطنت و انقطاع دموکراسی در افغانستان انجامید و پس از آن افغانستان هیچ وقت نتوانست با آرامش آن دوره دوباره برسد. کودتای داودخان زمینه حضور گسترده‌تر چپ در دستگاه قدرت را فراهم کرد و شاخه پرچم حزب دموکراتیک خلق سیتن از این نویسندگان با آن نزدیک بودند و دستگاه قدرت نزدیک شد. در اولین کابینه داودخان 8 تن از 13 عضو کابینه عضویت این گروه را داشتند، اما این نزدیکی دیر نپایید و با زیغ شدن فضای سیاسی کودتای ثور که ادبیات چپ رسمی افغانستان از آن به انقلاب ظفرنمون ثور و انقلاب برگشت‌ناپذیر ثور یاد می‌کرد رخ داد. انقلاب برگشت‌ناپذیر ثور و چوب سیاست. با کودتای هفت ثور هرچند چپ رسمی افغانستان به قدرت نشست، اما دو رخداد در تردید لوجیک نویسندگان چپ تعیین کننده بود. بیگ رو ببند، حزب حاکم و شکاف فزاینده مردم میان مردم و فعالان چپ مخصوصا چپ دولتی. بیگ رو ببند، حزب حاکم که اگر اکرم عثمان از قول علی محمد زهما آن را نخبکش و خاصکش میخوان تا به سر نویسندگان حزبی نیز پیش آمد. این گزارش ما را می توانید در ویدئوی دیگر ما دنبال کنید. تشکر که تا این دم با ما بودید. تا ویدئوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. خداوند نگهدار همه شما.